از دقایقی پیش دیدارهای مقدماتی دور جدید گفتگوی مستقیم میان اسرائیلیان و فلسطینیان در کاخ سفید آغاز شد. از حدود یک ساعت پیش پرزیدنت اوباما جلسه ای رو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آغاز کرده است. در ادامه روز رئیس جمهوری آمریکا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، ملک عبدالله پادشاه اردن و سپس حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دیدار خواهد داشت. در پایان روز تونی بلر نماینده گروه چهارگانه برای شام به این جمع می‌پیوندد. دیدارهای رئیس جمهوری آمریکا حول محور انتظارات آمریکا از طرفین مناقشه خاورمیانه در راستای تحقق هدف تعیین شده یک ساله برای دستیابی به صلح جامع خواهد بود. رئیس جمهوری ایران میگوید مذاکرات صلح خاورمیانه در واشنگتن محتوم به شکست است. محمود احمدی نژاد امروز در گفتگوی با شبکه تلویزیونی العالم گفت اگر مشکلات اصلی فلسطینیان مد نظر قرار نگیرد، صرف نشستن دو رهبر بر سر میز مذاکره و گفتگو چیزی را حل نمی کند. احمدی نژاد تاکید کرد مذاکره و حتی امضای توافق صلح به رژیم اسرائیل مشروعیت نمی بخشد. رئیس جمهوری ایران گفت تجربه نشان داده دولت آمریکا به طور مطلق از رژیم اسرائیل پشتیبانی می کند، پس چگونه می تواند میانجی این مذاکرات باشد؟